ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. به توکل نام اعظمت، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همراهان عزیز، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. حلول ماه مبارک رمضان رو به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم و امیدوارم که تا اینجا طاعات و عبادات شما مقبول درگاه حق قرار گرفته باشه انشاءالله. با ما همراه باشید. ممنون از همراهی شما عزیزان با برنامه‌های انجمن آوای رویش آبان در شهرستان انار، روستای بسیار دیدنی و گردشگری ساقی در خدمت شما عزیزان هستیم. میریم با همدیگه یه گشتی توی روستای زیبای ساقی بزنیم و برمیگردیم. با ما همراه باشید. به 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 به، امیدوارم که شما هم مثل ما با دیدن روستای بسیار زیبا و گردشگری ساقی حال دلتون خوب شده باشه. در مجموع پذیرایی باغ پسته در روستای گردشگری ساقی هستیم در خدمت یکی از فعالین عرصه گردشگری، جناب آقای علیرضا حسینی. جناب آقای حسینی، اگه سلام علیکی با بینندگان عزیز دارید بفرمایید. به نام خالق زیبایی، عرض ادب و سلام خدمت بینندگان عزیز که دارن از پنجره این دوربین ما رو میبینن. خب جناب قایسنی، چند سالتونه؟ من متولد 1370. چند وقته که در حوزه گردشگری فعالیت داریم؟ در حوزه گردشگری نزدیک به 5 سال داریم فعالیت میکنیم، ولی در روستای ساقی نزدیک به 3 ساله که داریم کارهایی که بینندگان عزیز دیدن داریم انجام میدیم. خب اصلا میخوام اینو ازتون بپرسم که این همه جا برای گردشگری، چرا فقط روستای ساقی رو برای گردشگری انتخاب کردید؟ واقعیت روستای ساقی زادگاه من هسته و هر کسی هم قلبش برای زادگاهش میتپه. حالا من چندین سال در روستای ساقی نبودم، ولی وقتی دیدم که پتانسیل ها رو دیده بودم، وقتی این چیزی که از بچگی روزمرگی باش بزرگ شده بودن دیده بودن، این ساقی هم مثل بقیه جا ظرفیت گردشگری داره ولی شناخته نشده، و این اتفاق افتاد که ما برگشتیم و روستا قرار شد این تصمیم به این شد که این ظرفیت ها را نشون دنیا بدیم. خب ممنونیم از آقای حسینی. میری با هم دیگه یک وله ببینیم و برگردیم.
خب مجموعه های گردشگری ساقی رو با هم دیگه دیدیم و لذت بردیم. جناب آقای حسینی، میشه برامون موقعیت جغرافیایی ساقی رو توضیح بدین؟ ما در استان کرمان و جنوبی ترین روستای شهرستان انار قرار گرفتیم. هم مرز با شهر رفسنجان هستیم که 40 کیلومتر مسافت ما تا شهرستان انار و 60 کیلومتر تا شهرستان رفسنجان هست. بله ممنونم. شما چه پروژه هایی رو در حال حاضر در دست ساخت دارید؟ ما نزدیک 12 تا پروژه رو شروع به کار کردیم از 2 سال گذشته که 3 تا از پروژه ما به بهره برداری رسیدن. ما در روستای ساقی حالا محورهای گردشگری داریم، مجموع پذیرایی که داخلش هستیم، بومیگردی، حمام آب درمانی، باغ موزه پسته، خانه صنایع دستی، چیزی که حالا مال آداب و فرهنگ روستای ساقی رو هسته ما قرار به گردشگرا و مهمونامون نشون بدیم. خب اصلا میخوام اینو بدونم که از این کارهایی که داریم انجام میدیم در حوزه گردشگری تا حالا شده خسته بشین از این کار؟ قطعا ما مثل بقیه آدم ها که وقتی یک رای رو شروع میکنن خسته میشن، ولی هر زمان که این اتفاق افتاده حالا دلگیر شدیم از هر اتفاقی سعی کردیم بیایم و محکمتر کارمون رو ادامه بدیم. خب شما چه چشم اندازهایی رو برای آینده در روستای ساقی میبینید؟ مهمترین هدفی که ما تو روستا شروع کردیم بحث گردشگری پسته بود که حالا میخوایم غیر از اینی که بحث گردشگری هسته، بحث اینی که تو شهرستان ما دارن پسته رو خامفروشی میکنن، ما این از اون فراوری در بیاریم، یعنی خامفروشی انجام نشه، بتونیم پسته رو با فراوری دیگه به گردشگرمون بفروشیم و رو بحث پسته اینجا رو مطرح کنیم که کارهایی که اقدام کردیم، یه بحث حالا همین مجموع پذیرای باغ پسته هسته که غذاهاش با پسته سرو میشه یا باغ موزه پسته رو داریم، یا گشت گذار در باغ پسته رو داریم، یا بومیگردی داریم که حالا میتونه اون گردشگر وقتی اقامت در اون بومیگردی داره مزاره پسته رو ببینه. بیشتر رو بحث پسته رو داریم در روستای ساقی. بحث غیر از بحث گردشگری پسته، گردشگری ورزشی رو مد نظر قرار گرفتیم که بتونیم یه پتانسیل رو تو اینجا فراهم کنیم که حالا ما بتونیم مسابقات ورزشی رو برگزار کنیم، اردوهای ورزشی رو برگزار کنیم. خب ما زیر ساختهاشو داریم شکر خدا، فقط نیاز به همت داره که دست به دست هم بدیم بتونیم اینا رو به سرانجام برسونیم. خب به عنوان حرف آخر اگه حرفی با مسئولین داریم بفرمایید. حرف با مسئولین که زیاد داریم، ولی حالا دوست دارم که از این تریبون، از این دوربین با مردم اون حرف بزنم. اگه مردم همت کنن، مثل این 3 سالی که پشت ما بودن، ما رو حمایت کردن، دلسوزانه ما رو همراهی کردن، اگه همت کنی همراهی کنی، با امید خدا روستا ساقی در آینده حرفای زیادی رو برای گفتن داره، چه در حوزه گردشگری، چه در حوزه سند و چه در حوزه های دیگه ای که داریم روش کار انجام. اگه حمایت بشین و مردم همت داشته باشن، مردم اینو باور داشته باشن. ما در سالیان گذشته وقتی درخت پسته رو میکاشیم، هیچ وقت فکر نکنیم درخت پسته به اینجا برسه. 8 سال 7 سال پای درخت پسته خوابیدیم تا به این شکل رسید، درخت به محصول به بار نشست و ما تونستیم ثمرش رو بچینیم. قطعا هر صنعتی، هر چیزی این هسته و فرقی هم که صنعت گردشگری با بقیه صنعت‌ها داره، ما دوستای خیلی خوبی رو پیدا می‌کنیم. ما از آداب و فرهنگ مردم دیگه که مسافر روستا ما هستن، از کشورهای دیگه که قراره تو روستا ما بیان، ما از اون آداب و فرهنگشون استفاده می‌کنیم. خب ممنونم از توضیحات قشنگ جناب آقای حسینی. میریم یه گشتی توی ساقی میزنیم و برمیگردیم. کند چشمم گل فشانی چو مژگان را بیارایم به عشق ارغوانی، چو مژگان را بیارایم به عشق ارغوانی. سپاس از همراهی شما عزیزان. به پایان این برنامه رسیدیم. امیدوارم که از دیدن روستای بسیار زیبای ساقی لذت برده باشید و هرچقدر که از ماه رمضان میگذره قدر فرصت ها و لحظه ها رو
بیشتر بدونیم. همونجوری که میگه بیا قدر لحظه ها را دریابیم، چند روزی آسمان نزدیک است. انشالله که به دور از کرونا باشید و در صحت و سلامت کامل. دست حق به همراهتون. یا علی.